هذا بشر محترق. هذا بشر محترق لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بشر. گزارشگر سازمان ملل میگوید که ترور قاسم سلیمانی غیر قانونی بوده. در 60 دقیقه امشب میپرسیم این گزارش چه اهمیتی برای ایران دارد و چه تأثیری در سیاست‌های آمریکا. این سوالمان از دو مهمان برنامه امشب است. گفتن که گوشی رو پا فلکی آزادی پیدا کرده. گفتن یه متر به جسد گوشی پیدا شده. شش ماه بعد از حادثه در مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی در کرمان مادری میپرسد چرا پسرم را کشته شد. همچنین در برنامه امشب جهش بی‌سابقه تعداد قربانیان کرونا در ایران همزمان با مرگ 200 نفر در شبانه روز گذشته. وزیر بهداشت گفته مردم تاوان سنگینی برای موج تازه میپردازند. قتل یک منتقد سرسخت نفوذ ایران در عراق به دست افراد ناشناس. تهران میگوید هدف از کشتن حشام هاشمی ایجاد تفرقه است. زیر درخت سپیدی با برگ‌های لرزان گم شد نگاه آبی یک عاشق پریشان. و درخت سپیدی که در ایام کرونا روید. گفتگویی خواهیم داشت با مرجان فرساد خواننده ایرانی درباره آلبوم جدیدش. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. حکومت ایران او را قهرمان ملی میدانست و دولت آمریکا تروریست شماره یک جهان. حالا گزارشگر ویژه حقوق بشر و قتل‌های هدفمند و فراغذایی سازمان ملل میگوید که ترور قاسم سلیمانی خلاف قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل بوده. فرمانده وقت نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران 13 دی ماه پارسال در حمله پهپادهای آمریکایی نزدیک فرودگاه بغداد کشته شد. آگنس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته که آمریکا تا کنون مدارک و شواهدی نشان نداده که از خطر فوری قاسم سلیمانی برای شهروندان آمریکایی حکایت کند تا از این راه بتواند حمله به کاروان قاسم سلیمانی را توجیه کند. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم که گزارش سازمان ملل چه امتیازی برای ایران دارد و اینکه آیا می‌تواند عملاً بر سیاست‌های آمریکا اثری بگذارد. اول گزارشی ببینیم از باران عباسی. بقایای خودرو حامل قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، کمی بعد از اصابت موشکی که از یک پهپاد آمریکایی شلیک شد. شش ماه پیش در نزدیکی فرودگاه بغداد. آمریکا این حمله را دفاع از خود خوانده و میگوید کشتن قاسم سلیمانی قانونی بوده. سخنی که در یک گزارش جدید سازمان ملل متحد نادرست خوانده شده. آگنس کالامارت گزارشگر ویژه حقوق بشر و قتل‌های هدفمند و فراغذایی سازمان ملل میگوید این حمله توجیهی نداشته. آمریکا نتوانسته مدارک و شواهدی نشان دهد که از خطر فوری قاسم سلیمانی برای شهروندان آمریکایی حکایت و در نتیجه ترور کاروان خودروهای حامل او را توجیه کند. قاسم سلیمانی مدیر استراتژی و عملیاتی ایران در عراق و سوریه بود، اما فقدان تهدید فوری از سوی او علیه جان کسی موجب می شود که اقدام آمریکا غیر قانونی محسوب شود. حرفی در تضاد با سخنان مقام های آمریکا که سلیمانی را تروریست شماره یک جهان نامیدند. سلیمانی قصد داشت به زودی حمله های علیه دیپلمات ها و نیروهای نظامی آمریکایی انجام دهد. ما در حین عمل او را گرفتیم و به زندگیش پایان دادیم. این اقدام ما برای جلوگیری از جنگ بود، نشد. من معتقدم که ما امروز نسبت به زمانی که ارتش ما هنوز قاسم سلیمانی را نکشته بود در شرایط امن‌تری هستیم. این مرد رهبر یک سازمان تروریستی دولتی بود. ما رئیس جمهوری داریم که حاضر از قدرت ارتش برای محافظت از جان آمریکایی‌ها دفاع کنه. با این حال خانم کالامار در گزارشش میگوید استفاده از پهپاد برای انجام عملیات نظامی خطری فزاینده را پیش روی کشورها گذاشته و خواهان تدوین قوانین محدود کننده برای استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین شده. در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت. در پی مرگ قاسم سلیمانی رهبر ایران در دیدار با خانواده او وعده انتقامی سخت داد.
سپاه پاسداران کمی بعد به یک پایگاه نظامی آمریکا در عراق حمله کرد. عملیاتی که کشته‌ای به جان نگذاشت. اما ساعتی بعد سپاه پاسداران یک هواپیمای مسافربری اوکراین که از فرودگاه تهران بلند شده بود را با موشک ساقط کرده و همه 176 سرنشین آن را کشت. اقدامی که سپاه میگوید به اشتباه انجام شد. مرگ قاسم سلیمانی که در سالهای اخیر در رسانه ها به عنوان فرمانده پرنفوذ ایران در منطقه مطرح شده بود، ضربه سخت به عملیات برون‌مرزی سپاه پاسداران بود. موجی سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه، کسی که بعضی می پرستیدند و دیگران قاتل فرزندانشان می دانستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل قرار است دو روز دیگر یافته های خود درباره مرگ او را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند. شورایی که آمریکا دو سال پیش از آن خارج شد و ایران هم در آن بارها به نقض حقوق بشر متهم شده. معلوم نیست این گزارش چه تأثیری در اقدامات مشابه احتمالی آمریکا و دیگر کشورها در آینده داشته باشد. آنچه مشخص است این که 6 ماه بعد از مرگ قاسم سلیمانی، اختلاف نظرها درباره عواقب حمله‌ای که به زندگی او پایان داد همچنان باقی است. باران عباسی، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر در این باره محسن صلح دوست، پژوهشگر روابط بین الملل علوم سیاسی دانشگاه کوینزلند از برزبین استرالیا با ماست و همچنین بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی آمریکا و عضو تیم رهبری امنیت و اطلاعات ملی آمریکا در دولت انتقالی دونالد ترامپ از اورنج کانتی ایالت کالیفرنیا به ما پیوستند. خوش آمدید به برنامه آقایون. آقای کیان، با شما شروع بکنیم. فکر می‌کنید علت اینکه آمریکا شواهد و مدارکی برای اثبات این ادعا که قاسم سلیمانی یک تهدید آنی محسوب می‌شد ارائه نمی‌دهد؟ اجازه بدید که دو مورد رو با عنوان تصحیح و تکمیل خبری که پخش شد از سوی رسانه شما عنوان بکنم. مورد اول این که خانم اگنس کالامار از سوی سازمان ملل متحد صحبت نمی کنند، اینکه ایشان را گزارشگر سازمان ملل متحد بخوانیم شاید نیمی از حقیقت باشد، چون نیم دیگرش این است که ایشان یک تحقیقگر مستقل هستند و گزارش ایشان به شورا در ژنو ارائه خواهد شد و اونها تصمیم خواهند گرفت که این گزارش اصولا قابل بررسی هست یا نه. این است که مهم هست که اهمیت مسئولیت خانم اگنس کالامارد رو در این مورد روشن بکنیم. آقای کیان، کارکرد گزارشگران ویژه همینه، معمولا انتخاب میشن توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، بررسی میکنن در رابطه با خانم کالامارد استفاده فراقانونی برای انجام قتل‌های فرامرزی. بله درسته، ولی این مهمه که دقیقا مشخص بشه که ایشان از سوی سازمان ملل متحد و یا نهادی که بررسی میکنه صحبت نمیکنه. در حال مورد دوم این است که گزارشگر میگوید که در حمله به پایگاه عین الاسد در منطقه الانبار عراق در روز سوم ماه دسامبر سال 2019 کسی جان خودش را از دست داد، که درسته، ولی نیم دیگر حقیقت این است که در روز 27 ماه دسامبر همان سال، یعنی 2019، در حمله به پایگاه K1 در شمال عراق در کرکوک یک پیمانکار آمریکایی کشته شد. این دو مورد خیلی مهمه، چون وقتی بگیم که هیچ اتفاقی نیفتاده این مسئله به طور دیگری مطرح خواهد شد. ولی اشاره میکنم به اختیارات رئیس جمهور آمریکا. ماده دوم قانون اساسی آمریکا از رئیس جمهور انتظار دارد که از جان و مال مردم ایالات متحده حمایت بکند و این قانون اساس عملکرد آقای ترامپ رو تشکیل داده. مسئله بارها عنوان شده بود. در سال 2017 آقای مکمسترز، HR مکمسترز، که در اون موقع مشاور امنیت ملی آمریکا بودند، این پیشنهاد رو ضمن پیشنهادات دیگر به رئیس جمهور داده بودن. آقای ترامپ قبول نکردند و همین پیشنهاد دوباره از سوی آقای بولتون و آقای پومپئو دوباره پیشنهاد شده بود که آقای ترامپ باز هم قبول نکردند و شرط گذاشتن برای این کار. دلیل اینکه اون مورد دوم رو تصحیح می‌کنم همین شرطه.
آقای ترامپ گفتن اگر یک آمریکایی جانش را از دست بده بایستی این اقدام رو انجام داد. خب چرا همین اسناد رو ارائه نمی کنن به شورای حقوق بشر سازمان ملل؟ سوال خوبیه. ببینید کلمه‌ای که الان مطرح میشه و خانم کالامارت هم ازش استفاده کردن، این کلمه حمله و یا تهدید قریب الوقوع بوده و ثابت کردن تهدید قریب الوقوع کار بسیار پیچیده است. من این کار رو به عهده حقوقدانان و متخصصین قوانین میدونم که ببینن که چطور این عمل با منشور سازمان ملل متحد خوانایی دارد یا ندارد. ولی توجه بفرمایید که شخصی با یک اسلحه به زور وارد محل زندگی شما میشه و شما برای اینکه از خودتون دفاع بکنید اون شخص رو از بین میبرید و بعد از شما سوال میشه که شما از کجا میدونید که اون شخص قصد آزار و ایذای شما و یا حتی گرفتن جان شما رو داره. خب این بسیار مشکله، چون اگر که صبر کنیم که ایشان جان شما رو بگیرد و بعد بخوایم اینو مطرح بکنیم با عرض جور در نمیآید. بنابراین بسیار مشکله. مورد دوم این که وقتی شما میپرسید که مدارکتون رو به ما بدید، در حقیقت میگویید که شما تمام راه‌های جمع‌آوری اطلاعات امنیتی رو و کسانی رو که این اطلاعات رو با شما در میان گذاشتند و طریق اینکه آنها با شما تماس گرفتن رو با دنیا در میان بگذارید. هیچ سازمان اطلاعاتی امنیتی در دنیا رو البته اضافه کنم که ما این رو نخواستیم، این خواسته گزارشگر سازمان ملل. آقای صلح دوست، شما فکر میکنید که آیا اجازه توضیح بدم که گزارشگر سازمان ملل متحد ایشان نمیتواند خواسته ای داشته باشد. اون خواسته به شورا مربوط میشود که شورا در روز پنجشنبه مطالعه خواهد کرد و تصمیم خواهد گرفت. من تاکید دارم که اهمیت خانم اگنس سالمارک در محدوده چارچوب قدرت و اختیارات ایشان عنوان بشه. بسیار عالی. آقای صلح دوست، شما یا فکر میکنید که قاسم سلیمانی چقدر تهدید برای آمریکا محسوب میشد در عراق؟ دور بر شما. من اجازه میخوام اشاره بکنم به استدلالی که مهمان محترمتون استفاده کردن برای اینکه توضیح بدن آیا قاسم سلیمانی تهدید آنی بود برای نیروهای آمریکایی یا خیر. اگر در واقع شما با این استدلال بخوایم صحبت بکنیم که کسی با اسلحه وارد خانه شما میشه یا حریم شما میشه، شما نمیتونید ثابت بکنید که آیا تهدید آنی هست یا خیر، بعد نیست یک نگاهی به نقشه بندازیم که نیروهای آمریکایی در اطراف ایران، چه در افغانستان و چه در عراق، میشه گفت در حیات خلوت ایران قرار گرفتن. اگر قرار باشه این استدلال رو ما بپذیریم که پس شما هر کس با اسلحه وارد حیات خلوت شما شد، شما میتونید اون رو از بین ببرید و بنا رو بر این بذارید که این تهدید آنی بر علیه شما بوده، پس این اتفاق خیلی باید به کرات برای نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان بیفته، چون با اسلحه و با همه تجهیزات نظامی اونجا در همسایگی ایران قرار گرفتن. اما اینکه چرا مدرکی ارائه نمیشه از اینکه آیا واقعا آقای قاسم سلیمانی در پی حمله به 4 تا از سفارت‌های آمریکا در منطقه بود یا خیر، به نظر من چنین مدرکی وجود نداره و این البته ربطی به سازمان ملل، به گزارش سازمان ملل نداره. این موضوعی هستش که خود نمایندگان کنگره آمریکا هم روی اون دست گذاشتن. اختیارات ریاست جمهوری فقط زمانی بهش این اجازه رو میده که بتونه از حمله نظامی و یا قدرت نظامی استفاده بکنه که بتونه ثابت بکنه این حمله و یا اون تهدید آنی بوده. در این مورد نه آقای ترامپ، نه کابینه‌شون و هیچ کدوم، نه حتی وزیر دفاعشون نتونستن نشون بدن هیچ مدرکی که دال بر تهدید آنی توسط آقای قاسم سلیمانی باشه. ما دیدیم که از روز اول که این تهدید آنی و بالفعل رو مطرح کردن، رفتن به سمت این که خب ما احتمال ریسک رو در نظر گرفته بودیم که شاید یک تهدیدی بر علیه نیروهای آمریکایی باشه. در گزارشی که کاخ سفید منتشر کرد، در گزارشی که آقای پومپئو در کنفرانس‌های خبری ارائه کرده، آقای مارک اسپر صحبت کرده، در صحبت‌های بعدیشون در روزهای بعد هیچ صحبتی از تهدید آنی نشد. یعنی این صحبت‌های ضد و نقیض فکر می‌کنم خودش اشاره می‌کرد به اینکه خب آقای ترامپ سوء استفاده کرده از اون قانونی که در آمریکا در نظر گرفته شده برای دفاع از نیروهای آمریکایی. آقای کیان، آیا دونالد ترامپ سوء استفاده کرده؟ ببینید، یک مبحث قانونی رو نمیتوانیم در یک مصاحبه چند دقیقه تلویزیونی بررسی کنیم و به
یک نتیجه برسیم. در مورد اظهارات مهمان محترم، بله من متوجه هستم از صحبتی که ایشان و دلایلی که می آورند، ولی باز هم توجه شما رو جلب می کنم که ما نمی توانیم فقط با نیمه ای از یک بحث به یک نتیجه برسیم. بله نیروهای آمریکا در اونجا هستند، ولی توجه بفرمایید در حمله سوم، در حملاتی که در اکتبر و نوامبر سال 2019 از طریق کتاب حزب الله که ثابت شده که اینها، یعنی ثابت شدنش هم با اظهارات خود آقای ظریف و کسانی که در عراق صحبت میکنن، و اخیراً یک خلبان هواپیمایی ماهان، اینا رو نمیگم نیروهای آمریکایی ثابت کردن، خودشون، خود عوامل جمهوری اسلامی در ایران میگویند که بله ما همه چیز رو با هم هماهنگ کردیم. ببینید اینها از موشک‌های 107 میلیمتری که برد کوتاه‌تر داره و مخرب، یعنی تخریب زیادی نمی‌کنه، استفاده می‌کردن، ولی بعد از سلاح 122 میلیمتری که بسیار مخرب هست، احتیاج به دستگاه‌های مجهز پرتاب موشک داره که اینها از ایران تهیه شده، از جمهوری اسلامی به اونجا رسیده. این است که نمیتوانیم که با این استدلال، بله شاید مشکل مثال رو ربط داد به اصل قضیه، ولی چقدر احتیاج هست که استفاده از نیروهای نیابتی تروریست حزب الله، کتاب حزب الله، هشت و شعبی و بقیه اونها از طرف جمهوری اسلامی که خودشون اظهار کردن که بله ما قطعات بهشون دادیم، اسلحه بهشون دادیم، کمکشون کردیم، مشابه نظامی فرستادیم، و چیزایی نیست که پنهان شده باشه، چقدر مدرک احتیاج هست؟ به نظر من بایستی صبر بکنیم و ببینیم که این گزارشگر، این سرکار خانم اگنس کلامارک یه گزارشی تهیه کرده، ولی در گزارش ایشان هم نقایصی هست. ایشان هم اشاره نکردن به حمله به پایگاه K1 در کرکوک که یک آمریکایی در اونجا کشته شد. من ندیدم که مهمان محترم در ارتباط با حمله به کرکوک صحبتی بکنن. صحیح، اجازه بدین بشنویم صحبت های آقای سودوس. آقای سودوس، به هر حال میشه منکر نقش قاسم سلیمانی در عملکرد ایران در منطقه شد؟ بله من با صحبت شما موافق هستم، ولی اگه اجازه بدین من به اون حمله که مهمان محترم اشاره کردم در پایگاه کرکوک اشاره بکنم. اگر فرض رو بر این بگیریم که پشت این حمله و با عامل کشته شدن این پیمانکار آمریکایی حتی نیروهای تحت حمایت ایران بوده باشند، پاسخی که به این حمله داده شده بسیار غیر متناسب با اتفاقی بوده که افتاده. اگر یک پیمانکار آمریکایی کشته شده، معنیش این نیست که شما میتونید یک فرمانده نظامی یک کشور دیگر که مهمان رسمی کشور عراق است بخواید ترور بکنید. پس اگر این اتفاق هم افتاده، بله این باید تحقیق میشد، عامل این حمله پیدا میشد و پاسخ متناسب با همون داده میشد، نه اینکه شما بخواید فرمانده نظامی یک کشور رو که همونطور که عرض کردم مهمان عراق بود بخواید ترور بکنید. در مورد نیروهای نیابتی شما صحبت کردن مهمانتون و نقش آقای قاسم سلیمانی در منطقه، به همون اندازه که شاید خیلی بیشتر از ایران، نه به همون اندازه که ایران گروه‌های نیابتی خودش رو در منطقه حمایت می‌کنه، ما در سوریه، در عراق، در یمن می‌بینیم، کشورهای دیگه از جمله خود آمریکا هم این کار رو می‌کنن. آیا باید واقعاً فرمانده نظامی به عنوان ارتش آمریکا رو در طی عملیات تروریستی از کشورهای دیگه از بین ببرن به بهانه اینکه آمریکا داره اینکه گروه‌های نیابتی رو در سوریه یا در یمن یا در لیبی داره حمایت می‌کنه؟ من فکر می‌کنم مهمان محترمتون فراموش کردن که خانم کلینتون خودش یکی از برگزار کننده های گرد همایی گروه های نیابتی سوریه و لیبی بود. بله. پس چرا صحبتی در مورد نقش خود آمریکا یا کشورهایی که همه دخیل هستن در این سیاست حمایت از گروه های نیابتی در منطقه نمیشه؟ ما نمیشه یک کشور رو بگیم داره از گروه های تروریستی حمایت میکنه، بقیه دارن همه از گروه های آزادی خواه. متفهم. آقای کیان در 30 ثانیه اگر ممکنه جمع بندی کنید لطفا. بله جنبندی این است که ما نمیتوانیم که یک نتیجه گیری حقوقی و قانونی اون هم از طرف سازمان ملل متحد بکنیم. مهمان محترم اشاره کردن که اگر اینطور بود بسیاری از نظامیان آمریکا کشته میشدن. من باور دارم که ایشان عمدن قصد ندارن که اشاره بکنن که چه اتفاقی در خبار افتاد، چه اتفاقی در افغانستان، چه اتفاقی در عراق، چند نفر از نیروهای نظامی آمریکا کشته شدند. به هر حال این اتفاق میفته. در ارتباط با کنگره آمریکا، امسال سال انتخابات هست،
و هر چه که کنگره بگوید، هر چه که مجلس نمایندگان بگوید، متأثر از اتفاقاتی است که در سال انتخابات است. باید صبر کنیم. روز پنجشنبه نزدیک است و نتیجه رو بررسی میکنیم، نگاه میکنیم و ببینیم که چه اتفاقی افتاده و نتیجه این گزارشگر کارش چه هست. بله. آقای سالدوس، شما هم جنبندیتون رو کوتاه لطفاً. بله. من اینو خدمتتون عرض کنم. اگر که ما بخوایم به این مقوله بپردازیم که چه اتفاقاتی برای نیروهای آمریکایی در منطقه داره میفته، بعد اول به این اشاره بکنیم که اصلا حضور نیروهای آمریکایی به چه دلیل هست اینجا؟ به دلیل اشغال نظامی و حمله به عراق هست. به دلیل اشغال نظامی افغانستان هست. به دلیل حضور نظامی بدون دعوت دولت‌های این کشورها در اون منطقه هست. بنابراین اگر اتفاقی هم میفته، به هر حال جنگ هست. شما نمیتونید از یک جنگ انتظار مهمانی و یا استقبال از نیروهای نظامی اشغالگر رو داشته باشید. اتفاقات از این دست خواهد افتاد، چه در گذشته افتاده چه در حال حاضر، اما پاسخهایی که تا به حال داده شده بود متناسب با اتفاقاتی بود که افتاده بود. نه به این صورت که آقای ترامپ یک تصمیم بسیار هیجانی گرفت و کار بسیار غیر متعارفی رو انجام داد. متشکرم محسن صلح دوست و بیژن کیا. 6 ماه پیش چنین روزی در جریان خاکسپاری قاسم سلیمانی در کرمان بیش از 55 نفر در ازدحام جمعیت و زیر دست و پای دیگران جانشان را از دست دادند. خانواده بعضی از قربانیان اما هنوز به دنبال گرفتن پاسخی درباره علت و عامل مرگ عزیزانشان هستند. 3 کمیته‌ای که برای تحقیق در این باره در وزارت اطلاعات، وزارت کشور و استانداری کرمان تشکیل شدند، هنوز گزارشی از علل و مقصران این حادثه منتشر نکردند. کاوه مشکا در گزارشش با خانواده 2 نفر از قربانیان صحبت کرده. 16 سالش بود، زکی مدرسه‌ای بود، میرفت مدرسه. برادر بنده به تنهایی در مراسم شرکت کرده بودند. 6 ماه از دقایقی که نفس 57 نفر در این کوچه گرفت می‌گذرد. آنها برای مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی به میدان آزادی کرمان رفتند، ولی هرگز به خانه باز نگشتند. بیش از 200 نفر هم زخمی شدند. برای یافتن پاسخ سوال‌ها باید به شب قبل از حادثه بازگشت. جنازه قاسم سلیمانی با امداد 16 دی‌ماه به فرودگاه کرمان میرسد. شورای ویژه خاکسپاری از چند روز قبل تشکیل می شود. شورای زیر نظر استاندار و امام جمعه و البته مدیریت فرمانده قرارگاه سارالله سپاه کرمان. از شب قبل همه راه‌های منتهی به این میدان مسدود می‌شود و تریبون سخنرانی در شرق میدان ساخته. تمام مسیرهای منتهی به میدان آزادی رو از 12 شب قبل از مراسم بسته بودند و اجازه تردد ماشین‌ها رو در این محدوده به کسی نمی‌دادند. نقطه آغاز مراسم میدان آزادی است. میدانی در غرب شهر با مساحت تقریبی بیش از 1900 متر مربع. من مادرشم با داداشش 3 نفری همراه رفتیم. با واحد سوار شدیم، اومدیم به طرف میدان آزادی. واحد تا سراس دیلو بیشتر نمیدون، سراس دیلو پیاده شدیم، تا آزادی پیاده رفتیم. نرده هایی که دلش و گونی پیچیده بودن بازرسی شدیم، رفتیم داخل. از هم جدا شدیم، گفتن خانوما برن سمت بهمنیان، آقایون برن سمت استقلال. جمعیت داخل میدون هر لحظه بیشتر میشد، تا جایی که حدود نیم ساعت به شروع مراسم به مرز اشباه رسیدم و بعد من میدیدم مردمی که تو خیابونا بودن سعی میکردن به هر طریقی که میتونن وارد میدون بشن. و متاسفانه هیچ نظارتی اون لحظه وجود نداشت و هیچ کس نبود که گیت ها رو ببنده و مانع ورود بیش از حد مردم به میدون بشه. صبح روز 3 شنبه 17 دی‌ماه 1398 مراسم قرار است ساعت 10 صبح شروع شود. از صبح زود مردم به سمت میدان حرکت می کنند و هر لحظه جمعیت داخل میدان بیشتر و بیشتر می شود.
قرار بر این بود که کامیون حامل جنازه پس از عبور از خیابان‌های بهشتی، شریعتی، میدان شهدا و خیابان شهدا به گلزار شهدای کرمان برسد. مسیری در حدود 7.5 کیلومتر که خیابان باریک بهشتی در ابتدای آن قرار داشت. با پایان سخنرانی حسین سلامی، فرمانده سپاه دو تابوت را روی کامیون‌ها می‌گذارند و موج جمعیت به سمت خیابان بهشتی به حرکت در می‌آید. کامیون‌ها پس از طی کردن 220 متر به ابتدای خیابان بهشتی می‌رسند. تمام جمعیتی که توی میدان حضور داشتن دنبال کامیون راه افتادن و سعی کردن که وارد خیابان بهشتی بشن که عرض خیلی کمی داشت و خود خیابونم پر بود از جمعیت. خیابان بهشتی با عرض 20 متر. کوچه بهشتی 2 یا شرکت 38 اولین کوچه خیابان بهشتی است با 8 متر عرض. همون لحظه که ماشین شهدا داشت گذر میکرد، مردم میآمدن تو پیاده رو و این فشاری که به دیواره ها برخورد میکردن باعث شد که یه عده بنده خدا مصدوم بشن. حالا اون قسمتی که بنده بودم یک آپارتمانی بود که وقتی فشار اومد در باز شد، ما رفتیم داخل آپارتمان. سر کوچه هایی که با داربست و بلوک های سیبانی بسته شده بود، جمعیت روی هم میریزند و زیر دست و پا خفه میشن. نفس خیابان میگیرد. جمعیت به سمت اولین کوچه فرعی رانده میشود. شاهدان دیگری از زمین افتادن چند نفر میگویند. ماموران بسیج و امداد دیوار انسانی تشکیل میدهند تا آنها را نجات دهند و جمعیت را منحرف میکنند. راه بسته است و این یعنی آغاز فاجعه. اون موقعی که جسدش دیدم دیگه پیداش نکرده بودم، ولی همراهیش اونایی که جان سالم به در برده بودن تعریف میکردن، میگفتن خیلی جمعیت به هم فشرده بوده، هر که میتونست توان داشته از جمعیت میومده بیرون به هر شکلی بوده، به کمک دیگران، بالاخره هر جور بوده میتونست میومده بیرون، هر کس نمیتونست زیر دست پا له میشده. برادر بنده به تنهایی در مراسم شرکت کرده بودند و ما تا ساعت 12 ظهر هر چقدر که با تلفن همراهشون تماس می گرفتیم متاسفانه امکان برقراری تماس وجود نداشت. گوشیشو یه نفر دیگه جواب داد، گفتن که گوشی رو پا فلکی آزادی پیدا کرده، گفتن یه مثل جسد گوشی پیدا شده. این کوچه تنها روایت تلخین روز نیست. در گلزار شهدا، جایی که قرار بود پایان مراسم باشد، بر اساس گزارش‌های مختلف، فشار جمعیت باعث سقوط داربست‌های لرزان می‌شود. اتفاقی که یک عکاس پیش از رخ دادن آن را پیش بینی کرده بود. پیش بینی اینقدر خاصی نبود، نه بس به حلقه‌های عرفان، نه بس به پیشگوها، نه طالبینی، نه چیزی. یه خبرنگار عکاس ساده این که اینقدر تجربه زیاد به دست آوردیم تو این حوادث اتفاقات، من از اون تشخیص دادم. و دقیقا هم تعدادی رو گفتم که این اتفاق افتاده. داربست هایی که استفاده کرده بودن داربست بنر بود، یعنی از این داربست های نازک بود، در حال که مثلا این مراسم های اینجوری اونم با این عظمت که مثلا برنامه راز مراسم سلیمانی بود باید یه سری داربست خوب استفاده میکرده. مراسم تشییع پایان پیدا خواهد پیدا کرده است و مراسم تدفین به گونه ای انجام خواهد شد که شاهد حوادثی نباشد. بیمارستان باهنر، بیمارستان پیامبر اعظم و بیمارستان افضلی پور و خیلی بیمارستان‌های دیگه‌ای که وجود داشت و ما چند مرتبه گشتیم ولی هیچ اثری از برادرم نبود. دیگه ناچارن شروع کردیم به گشتن خیابونا و مسیرهایی که برای مراسم در نظر گرفته بودن که شاید اونجا بتونیم برادرمون پیدا کنیم. متاسفانه اونجا هم نداشت.
رفتیم طرف به بیمارستان ها پیدا نکردیم، رفتیم پزشک قانونی. به ما ساعت 7:30 عصر بود بعد از نماز مغرب عشا، 7:30 عصر رفتیم اونجا، گفتم نمیشه جسدار ببینیم دیگه. با هزار التماس عکس ازش رو گرفتن از پسر ما، 16 سالش بود، بچه مدرسه ای بود، میرفت مدرسه. گفتن عکس نشون بدیم، عکسش نشون دادیم، از رو عکس از جسد گرفتن برای ما آوردن، ما شناساییش کردیم. 6 ماه از فاجعه میگذرد، خانواده قربانیان هنوز پاسخ قانع کننده ای نگرفتند. آنها میگویند آن روزها توجه رسانه ها به حادثه هواپیما بود و آنها فراموش شده بودند. مسئولین هیچ توجهی به خانواده کشته شدگان در مراسم نمی کنند و برخورد کاملا متفاوت با خانواده کشته شدگان هواپیمای اوکراینی باشون داشتند. واکنش مسئولان به این حادثه به نسبت تبلیغاتی که در روزهای پس از کشته شدن قاسم سلیمانی شده بود کم رنگ بوده. بعد از این حادثه 3 کمیته تحقیق در وزارت اطلاعات، استانداری کرمان و وزارت کشور تشکیل شد، ولی مشخص نیست چرا با گذشت 6 ماه این کمیته ها گزارشی منتشر نکردند. در این مدت به گفته خانواده قربانیان دادگاهی تشکیل شده و در آن از آنها خواسته شده بین عنوان شهادت و گرفتن دیه یکی را انتخاب کنند. توی دادگاه یک سری فرم در اختیار ما گذاشتن که توی اون فرما از ما خواسته شده بود که شکایتمون رو پس بگیریم و به هیچ عنوان درخواست غرامت نکنیم و به صورت شفاهی به ما گفتن که اگر کسی این فرم ها رو پر نکنه و امضا نکنه عنوان شهادت رو ازشون پس میگیریم. و وقتی که سوال کردیم که خب مطالبه حق ما چه ربطی به عنوان شهادت داره، هیچ جوابی به ما ندادن و به ما گفتن که خب شما میتونید انتخاب کنید که شکایت کنید و درخواست غرامت یا همون دیه رو بکنید و یا اینکه عنوان شهادت رو بپذیرید و از شکایتون صرف نظر کنید. سوالی که اون لحظه تو ذهن همه ما شکل گرفت این بود که خب چه تفاوتی هست بین خانواده‌هایی که عزیزانشون رو توی حادثه تشییع حاج قاسم سلیمانی توی کرمان از دست دادن با خانواده‌هایی که عزیزانشون رو تو حادثه منا در عربستان و یا حادثه هواپیمای اوکراینی از دست دادن وجود داره، چرا که هم عنوان شهادت به اونا تعلق گرفت و هم که به اونها غرامت داده شد. همچنان سوال‌های زیادی مطرح است، سوال‌هایی مثل اینکه چرا خیابان کم عرض بهشتی و شریعتی برای این مراسم انتخاب شده بود؟ چرا کوچه بهشتی 2 با بلوک سیمانی بسته بوده؟ و اینکه مسئولیت این حادثه به عهده چه سازمان یا افرادی است؟ و چندین و چند سوال دیگر. این روزها ظاهراً همه چیز اطراف میدان آزادی و کوچه بهشتی 2 آرام است. و حالا بعضی از خانواده قربانیان با شهید نامیده شدن عزیزانشان راضی‌اند. دنیا خیلی پذیرفتن که اینا با شغل و شغل خاصی رفتن که دیگه اتفاق هم افتاده بودن. هر کسی یک قسمتی دارن. من قسم چی بود توی را برن. سعادت داشتن. ما خون مولان که توی حادثه بودیم. ولی ما جان سالم در بردن. بخیر هر کسی لیاقتی میخواه. ما لیاقتش نرسیم، بچه مون داشتیم. یه اتفاق که خود ما رفتیم با دست خود داشت جنازه اتفاق برای اونو. دیگه همین دور به کارا بنده پیش هستن دارن زیرسازی میکنن که سنگار بگذارن. همین دیگه سنگاشو که بذارن یه انشالله پرونده اون تکیه میشتا حدود. ولی تعداد دیگر هنوز به دنبال محاکمه مسئول این فاجعه هند. جدای از بحث غرامت که خب حق طبیعی و مسلمه خانواده‌های داغ دیده هست، قطعا خواسته اصلی ما اینه که مسببین این حادثه شناسایی بشن، معرفی بشن
و با اونها برخورد بشه تا انشالله ما در آینده شاهد اتفاقات مشابهی نباشیم. کاوه مشکات، بی بی سی. در عراق هشام هاشمی تحلیلگر سرشناس و کارشناس گروه‌های جهادی مقابل خانه‌اش در بغداد توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. او از منتقدان شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق بود. قتل او واکنش‌های بسیاری در افکار عمومی عراق و همچنین میان دیپلمات‌های خارجی ساکن این کشور به همراه داشته. سفارت ایران در بیانیه این حادثه را محکوم کرده و هدف آن را ایجاد تفرقه خوانده. نفیسه کوهنورد همکارم در استودیو با ماست. نفیسه، تو آقای هاشمی رو میشناختی از نزدیک، یک ذره درباره اون بگو. رنا، آقای هاشمی اتفاقا در چند ماه اخیر بسیار مطرح شده بود، هم در شبکه‌های تلویزیونی خیلی زیاد می‌شد دید و هم در شبکه‌های اجتماعی بیشتر می‌نوشت، اما قبل از اون هم از نزدیک داعش رو دنبال می‌کرد، برای سال‌ها رصد می‌کرد این گروه رو و بعد از اون هم گروه‌های جهادی دیگه و همچنین گروه‌های مسلح عراق و منطقه رو روشون تمرکز کرد، کتاب نوشت، درس می‌داد در این باره و همچنین یکی از مشاوران امنیتی آقای کاظمی نخست وزیر الان هست که به صورت غیر رسمی به اون مشاوره میداد و برای بسیاری از کسانی که عراق رو از نزدیک دنبال میکنن به عنوان فردی بود که در بسیاری از مواقع منبع بود برای اطلاع گرفتن، به خصوص در مورد فعالیت‌های داعش. 47 سال داشت و 3 فرزند خردسال داره. صحنه کشتنش هم صحنه عجیبیه، درباره این صحنه توضیح بده. صحنه خیلی دردناک، البته تصویرایی که نشون میدیم ممکنه برای بعضی ها ناراحت کننده باشه، نشون میده که این تصاویر دوربین های مدار بسته نشون میده وقتی که آقای هاشمی از یک مصاحبه تلویزیونی به خونه میرسه، به دم در خونه میرسه، مرد مسلحی ناشناسی به ماشینش نزدیک میشه و شروع به شلیک میکنه. تصویرای دیگه ای که از این منتشر شده از طرف گروه امنیتی نشون میده که 2 موتور بودن، 4 نفر بر روی این موتورها بودن و وارد کوچه میشن، منتظر میشن که آقای هاشمی برسه. ظاهرا زمان رسیدنش رو هم میدونستن و رصد کرده بودن و وقتی که میرسن خب شلیک میکنن، چند بار شلیک میکنه فرد شلیک کنن که مطمئن بشه که ظاهرا آقای هاشمی کشته شده. بعدش تصویر باز نشون میده که در مقابل چشم بچه‌هاش که بهت‌زده بیرون میان، جسدش رو بیرون میکشن، بدن نیمه جانش رو بیرون میکشن و میبرن بیمارستان و دیگه خیلی دیر شده بود. چه شواهدی وجود داره که چه کسی ممکنه پشت قتل او باشه؟ بلافاصله بعد از اینکه این اتفاق افتاد، خب انگشت اتهام به سمت گروه‌های نزدیک به ایران نشانه رفت از طرف بعضی و حتی هشتگ کتایب حزب الله و ایران هاشمی رو کشته شکل گرفت در شبکه‌های اجتماعی، به خاطر اینکه آقای هاشمی به عنوان منتقد این گروه‌ها، منتقد خیلی صریح این گروه‌ها شناخته می‌شد و به صراحت هم در توییتر می‌نوشت در این باره و هم در شبکه‌های تلویزیونی درباره‌اش حرف میزد. خیلی الان هنوز مشخص نیست، هیچ گروهی مسئولیت این رو به عهده نگرفته، این ترور رو به عهده نگرفته، اما من با دوست نزدیک آقای هاشمی حرف زدم، با قیس تمیمی که خودش از منتقدان شیعه هست و از اون پرسیدم که چرا فکر میکنن یا مطمئنن، حتی از نظر آقای تمیمی مطمئنن که کتاب حزب الله پشت این ماجرا بوده. صدیق دکتر هشام الهاشمی، دوستم دکتر هاشمی با من تماس گرفت و اطلاعات دقیقی بهم داد که نشون میداد از طرف نیروهای کتایب حزب الله تهدید به مرگ شده. او خودش کارشناس گروه‌های جهادی و گروه‌های مسلح اسلامگرا بود و در این کار خبره. این اولین بار هم نبود که تهدید شده بود و بارها از طرف گروه‌های دیگه از جمله داعش چنین تهدیدهایی دریافت کرده بود، اما اون به اندازه کافی تجربه و منابع اطلاعاتی داشت که بدون این تهدید از سمت چه گروهیه. اینم تصویر مکاتبات اولیه ما در واتساپ که به صراحت گفته از طرف کتایب حزب الله تهدید به مرگ شده. به چه دلایلی فکر میکنید کتایب حزب الله ممکنه انگیزه چنین کاری داشته باشه؟
آقای هاشمی بعد از پایان جنگ با داعش و تمام کردن تحقیقاتش و رصدش درباره این گروه روی گروه‌های مسلحی متمرکز شد که اونا رو گروه کاتیوشا می‌خوند. صدیق دکتر هشام الهاشمی. دوستم دکتر هاشمی با من تماس گرفت و اطلاعات دقیقی بهم داد که نشون میداد از طرف نیروهای کتائب حزب الله تهدید به مرگ شده. او خودش کارشناس گروه‌های جهادی و گروه‌های مسلح اسلامگرا بود و در این کار خبره. این اولین بار هم نبود که تهدید شده بود و بارها از طرف گروه‌های دیگه از جمله داعش چنین تهدیدهایی دریافت کرده بود. اما اون به اندازه کافی تجربه و منابع اطلاعاتی داشت که بدون این تهدید از سمت چه گروهیه. اینم تصویر مکاتبات اولیه ما در واتساپ که به صراحت گفته از طرف کتائب حزب الله تهدید به مرگ شده. به چه دلایلی فکر می‌کنید کتائب حزب الله ممکنه انگیزه چنین کاری داشته باشه؟ آقای هاشمی بعد از پایان جنگ با داعش و تمام کردن تحقیقاتش و رصدش درباره این گروه روی گروه‌های مسلحی متمرکز شد که اونا رو گروه کاتیوشا می‌خوند. منظورش گروه‌های مسلحی بود که سفارت آمریکا و پایگاه‌های ائتلاف رو هدف قرار می‌دادند و به خصوص گروه کتائب حزب الله. آقای هاشمی در نوشته‌ها و مصاحبه‌هاش به صراحت به این اشاره می‌کرد که کتائب حزب الله تابع ولایت فقیه در ایران و اموال دولتی رو در قبضه داره و از اونا برای منافع ایران و ضد منافع مردم عراق استفاده می‌کنه. همین هم قطعاً مطلوب این گروه و هواداراش نبود و بارها اونو تهدید کرده بودن. چقدر امیدوارید که دولت بتونه عاملان این قتل رو واقعاً پیدا و دستگیر کنه؟ بالتأكيد الحكومة العراقية قطعاً اگه دولت عراق اراده کنه میتونه پیدا کنه که چه کسانی این کار رو انجام دادن. برای این کار همه امکانات فنی و لوجستیکی و نیروی انسانیش رو هم داره. اما این مستلزم این خواهد بود که دولت بخواد با کتائب حزب الله مقابله کنه و در برابرش بیسته. عملیات کشف عاملان این ترور شاید آسون باشه. اما اگر ثابت بشه که کتائب حزب الله عاملشه، این به معنی اعلان جنگ دولت علیه این گروه خواهد بود و تصورم اینه که دولت فعلا چنین قدرتی نداره. رانا، البته دو نکته رو بگم. قتل آقای هاشمی خیلی یادآور کشته شدن احمد عبدالصمد، خبرنگار شناخته شده در بصره بود که او هم از منتقدان ایران و گروه‌های مسلح شیعه به حساب میومد. دقیقاً به همین شکل با همین صحنه در بصره 6 ماه قبل کشته شد و عاملانش پیدا نشده هنوز و هیچ جوابی داده نشده. اما ما مستقلاً هم نمیتونیم حرفای آقای تمیمی رو تایید بکنیم، چون هنوز در حقیقت بازپرسی و بررسی این موضوع ادامه داره. جالب اینه که گروه های طرفدار ایران، گروه های هشت شعبی بلافاصله واکنش نشون دادن و حتی عکسی رو از آقای هاشمی منتشر کردن که در کنار ابو مهدی مهندس نشسته بود در حال نوشتن، فرمانده‌ای که از طرف نیروهای آمریکایی کشته شد اخیراً، و ادعا کردن که آقای هاشمی اتفاقا رابطه بسیار نزدیک پنهانی با گروه های مسلح شیعه داشت و این عملاً توطئه علیه این گروه ها که بیشتر تحت فشار قرار بگیرن و بهانه‌ای دست آمریکا و دولت، حالا به گفته اونها دولت نزدیک به آمریکا باشه که سلاح رو از دست این گروه ها بگیره. اشاره هم بکنم که نخست وزیر عراق هم بلافاصله بعد از کشته شدن آقای هاشمی علاوه بر اینکه گفتش که پیگیر این موضوع خواهد بود، باز به گروه های مسلح و لزوم حصر سلاح در دست دولت اشاره کرد که برمیگرده باز به گروه های هشت شعبی و کتائب حزب الله. متشکرم نفیسه کوهنورد. تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران امروز جهشی بی سابقه داشت. 200 نفر در یک شبانه روز جانشان را به خاطر ابتلا به این ویروس از دست دادند. تعداد مبتلایان تصاعدی بالا می رود و گزارش شده در تهران و چند شهر دیگر ظرفیت بیمارستان ها برای پذیرش مبتلایان به کووید 19 پر شده. دولت ایران اما هنوز نگفته که کی ممکن است بعضی از محدودیت ها را دوباره اجرا کند. پوریا جعفری گزارش می دهد. اینجا تهران، بیمارستان مسیح دانشوری. اوضاع وخیم است. علیرغم ماها هزینه جانی، مالی و سلامت روان، نبرد برای جلوگیری از شیوع همه‌گیری کرونا در ایران ادامه دارد و امکانات برای مقابله هم کافی نیست. وقتی همه تخت‌های بیمارستان پر باشند، بیماران این گونه باید در پارکینگ و توی ماشین اکسیژن بگیرند. آمار و شواهد حاکی از آن است که وضعیت پایتخت شاید بحرانی باشد، هرچند دولت این را اعلام نمی‌کند. استان‌هایی که در وضعیت قرمز هستند خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کردستان، کرمانشاه،
ایلام، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و آذربایجان غربی. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران گفته دیروز در بهشت زهرا 70 نفر که بر اثر کرونا جان باخته بودند دفن شدند و در همین حال میگوید ظرفیت سفرهای درون شهری هم تکمیل است. دیروز بیشتر از 1 میلیون نفر با مترو داخل تهران سفر کردند. دیروز 70 نفر دفن داشتیم. الان عددامون اومده بالا تا 19 نفر دفنی اومدیم پایین، ولی الان آمار دیروز من گرفتم 70 نفر داشتیم. در بقیه کشور هم اوضاع به همین منوال است. هر جا جمعیت متمرکز است، کرونا هم حاضر است. وزیر بهداشت میگوید حرفمان را گوش نکردند و گرفتار شدیم. خالقی عزیز شهری روانسر، چکای هم هشداره جدی بگیرن. یکی از نقاطی که اخیراً شدیدترین ضربه را از کرونا خورده مناطق کردنشین کشور است. کادر نظام پزشکی خسته‌اند و درمانده. دیگه با چه زبونی بهتون بگیم رعایت کنیم؟ ببین دیگه پزشکام و پرستارام دارن میرن. چقدر بگیم چقدر بگیم؟ به خاطر چی میرین تو خیابون؟ به خاطر چی رعایت نمی‌کنین واقعا؟ همه به امید آنند که خود ایرانیان این ویروس را جدی بگیرند و اصولی است که ماهاست از رسانه‌های مختلف تکرار می‌شود را رعایت کنند. اکثر شهرهای کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی گزارش‌هایی که منتشر شده بیماران کرونایی بسیار آمارشون بالا رفته. در اکثر این شهرها وضعیت قرمز شده. بیمارستان‌ها تقریباً به حالت اشباع رسیدن. اکثر مسئولین بهداشتی اعلام می‌کنند که بیمارستان ها اشباع شدند و بیماران بیشتری رو نمیتونند پذیرش کنند و به بیمارانی که وضعشون وخیم هستش صرفا رسیدگی میکنند و سایر بیمارانی که مثبت هستند ولی وضعشون وخیم نیست توصیه میکنند که برگردند در خانه خودشون رو قرنطینه کنند. اما عده‌ای هم هستند که دردسری دوگانه دارند. آنها باید بین خطر بیماری و نان شبشان یکی را انتخاب کنند. تورم بسیار بالا رفته، اقشار آسیب پذیر از نظر اقتصادی اینا توانایی اینو ندارن در خونه بنشینن و مجبور هستن سر کار برن چون درآمد و معیشتشون روزانه هستش. هر همون درآمدی که هر روز به دست میارن میتونن زندگی کنن. اگه برن تعطیل کنن کارشونو خیلی سخت براشون و بیشتر دستفروش ها هستن کسانی که وضعیتشون از نظر اقتصادی بسیار بده. شرایط جوری شده که خیلی ها حساب روز و ماه را از یاد بردند. به امید روزی متفاوت از خواب بیدار می شوند ولی انگار دیروز تکرار می شود. در ایران فعلا پایانی بر این جنگ با کرونا دیده نمی شود. جنگی که حالا نه فقط آمادگی جسمی بلکه اراده و نیروی ذهنی قوی هم می خواهد. پوریا جعفری، بی بی سی. مرجان فرساد خواننده ایرانی این هفته آلبومی منتشر کرده به اسم درخت سپید. این آلبوم چطور تولید شد؟ این رو از خانم فرساد خواهیم پرسید، اما اول قسمتی از این آلبوم رو با هم بشنویم. زیر درخت سپیدی با برگ‌های لرزان گم شد نگاه آبی یک عاشق پریشان. عشق از دلش می ریزد و ترانه ای می خواند آهنگی که تا زنده ام در یاد من می ماند. کجا باید از زیر بار آن زمان بگریزم؟ از یاد و جای خالی آن دوست عزیزم. زمین نشسته و سر بر زانو گرفته، گونه هایش تر و سرخ و دلش خرد و شکسته، با گلهای قالیچه و گلدانهای پیچک عجین شده تصویر او با آن اتاق کوچک. بخشید و اما thank you.
نقاشی لایه کتاب چه یه نخونده در خاطرم، اما هنوز از لحظه جدایی تصویری از لبخنده و مانده به یادگاری. ای قاصدک اگر دیدی دو چشم آسمانی، سلام من را به آن یار زیبا میرسانی. ای قاصدک اگر دیدی دو چشم آسمانی، سلام من را به آن یار زیبا میرسانی. مرجان فرساد خواننده از نیویورک با ماست. خانم فرساد خوش آمدید به برنامه. این آلبوم دومتونه اگر اشتباه نکنم، از روند تولید این اثر بهمون بگید. مرسی از دعوتتون. روند تولید، خب آهنگا در طول این 5 سالی که بعد از اون آلبوم اول گلهای آبی ساخته شدن، بعد از اون حدود یه سالی من در تلاش بودم که این آهنگا رو پرودوس بکنم و در نهایت توی موقعیت خیلی عجیبی فرصت این رو پیدا کردم که این آلبوم رو در نهایت پرودوس بشه و با خیلی موزیسین ها و آدم های با استعدادی کار کردم و همین. آیا تجربه قرنطینه و دوران کرونا تأثیری داشت در تولید این آلبوم؟ نه خیلی، به خاطر اینکه خود اصل پروداکشن آلبوم قبل از همه این داستانا تموم شده بود، ولی اون دوره پست پروداکشنش که دیگه خیلی هم لازم نبود واقعا که مثلا تیم با هم دیگه کار بکنن، اون دوره افتاد توی این داستان کرونا، ولی قبلش همه کار انجام شده بود. از درخت سپید برامون بگین، ترانه ها رو خودتون نوشتین؟ بله، همیشه معمولا ترانه های خودم رو فقط میخونم. من کامل آلبوم جدید رو نشنیدم، ولی میخوام بدونم که آیا مثل آلبوم قبلی اون دست کم به من یه حس یک دلتنگی نوستالژیک میده آلبوم قبلی شما، آیا آلبوم جدید هم تو همون حال و هواست؟ شاید یک قسمت هایش، من فکر کنم که این دوتا آلبوم خیلی با هم دیگه فرق میکنن از لحاظ حال و هوا. آلبوم قبلی به خاطر اون آهنگ خونه ما خیلی حس نوستالژیک داشت، ولی خب این آلبوم هم شاید اون یه حسای از دلتنگی توش باشه، مثلا یکی از آهنگا به اسم خیابون، ولی احساس میکنم که یه ذره مودش شادتر شاید باشه، یعنی به نظر من حداقل اینجوریه. یکی از ویژگی های بیادماندنی آلبوم قبلی علاوه بر اجرا و ترانه ها ویدیو کلیپ ها بود، آیا برای آلبوم جدید هم ویدیو کلیپ در دست تولید دارید و اساسا کی تولید میکنن؟ آیا تهیه ویدیو کلیپ ها هم کار خودتونه؟ تنها یه دونه ویدیو کلیپ هستش برای آلبوم گل های آبی که اون یه انیمیشنی که من ساختم اون موقع. برای این آلبوم هنوز فرصت نکردن و این قضیه موزیک ویدیو اتفاقا افتاد توی داستان ویروس کرونا که نتونستیم هیچ موزیک ویدیویی تولید بکنیم و هنوزم فکر میکنم تا مدت ها امکان این باشه که بتونیم یه کاری بکنیم. متشکرم خانم فرزاد، بی صبرانه منتظر شنیدن بقیه کارهای شما هم هستیم. مرجان فرزاد خواننده ایرانی از نیویورک با ما. مرسی.
شیلی از کشورهایی که شیوع کرونا در اون گسترده بوده. حدود 300 هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند و بیش از 6 هزار نفر هم جونشون را از دست دادند. تیم آلمن در گزارشش از پرستاری میگه که در این کشور با روشی نچندان معمول تلاش میکنه شرایط بیمارستان محل کارش رو برای بیماران و همکارانش قابل تحمل تر کنه. حتی جایی که ترس بر همه چیز غلبه دارد، صدای زیبای امید میتواند وجود داشته باشد. در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در سانتیاگو پایتخت شیلی، دیماری سیلوا از پرستاران این بخش برای بیماران ویولون می‌نوازد. شیفت کاریش تمام شده، اما ساعت‌ها در راهروهای بخش راه می‌رود و با نواختن موسیقی فضا را تلطیف می‌کند. سعی میکنم با نواختن ویولون عشق، باور و امید رو تو این فضا ایجاد کنم. این کار رو همیشه با تمام وجود و از ته قلبم انجام میدم. دیماریس دو بار در هفته ویولون مینوازد، ترکیبی از آهنگهای مشهور محلی. بعضی از بیمارها هفته هاست در بیمارستان بستری هستند، اما دیماریس فقط برای بیماران نمی نوازد. او به پزشکان و پرستارانی که آنها را درمان می کنند هم کمک می کند. خیلی خوبه که موسیقی می زنه. کار خیلی زیباییه. شاید حتی بیشتر از ما به حال مریضان مفید باشه، چون اونا به خاطر بستری بودن مضطرب و نگرانند. وزارت بهداشت شیلی گفته شواهد و آمار نشان می‌دهد که شرایط در این کشور در حال بهبود است، اما در سیستمی که در حال عبور از نقطه اوج همه‌گیری است، حفظ و بالا بردن روحیه بسیار مهم است. بیماریس گام به گام و نوت به نوت نهایت تلاشش را می‌کند. تیم اولمن، بی بی سی نیوز. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. خودتون بهتر میدونید که کرونا شوخی نداره. مراقب هم باشید. فعلا شب خوش.